دوستان خوبم سلام، من شهاب صادقی هستم، معلم گیتار شما. به کانال من خیلی خوش اومدین و از اینکه میبینم کلاس هم بسیار براتون مفیده افتخار میکنم و خیلی خوشحالم. اگر که ویدیوهای من براتون جذابه ازتون میخوام که کانال من رو سابسکرایب کنین، زنگوله کناریش رو بزنید که اگر که من براتون ویدیو گذاشتم شما جز اولین افرادی باشین که ویدیوهای من رو میبینید و همچنین ویدیوهای من رو لایک کنید اگه خواستین. چرا؟ چون شنیدم که لایک باعث میشه که ویدیوهای من بیشتر بره تو اکسپلور در یوتیوب و این باعث میشه خب خیلی افراد بیشتری ببینن و بهره بگیرن. اگه خواستین لایک هم بکنین. به طور کل ازتون خیلی ممنونم که این همه کامنت های خوب برام میذارین و تشکر میکنین، ولی بدونین که من با علاقه این تشکرهای شما رو میخونم. اما اگر که پیشرفت بکنید و واقعا یه هنرمند قابلی بشین، برای من از هزار تا تشکر جذابتره و خوشحالترم میکنه. به حال که بی‌نهایت ازتون ممنونم. امروز میخوایم راجع به چی صحبت کنیم؟ بچه ها خاطرتون هست که تو ویدیو قبلی مرتبط با باره بهتون یاد داده بودم که چگونه با 6 سیم باره بگیرید، مینورها و ماژورها. گفته بودم که انگشتتون رو میخوابونین کامل رو 6 سیم که مفصل تدریس کردم. کافیه که این دوتا انگشت رو بذارین رو سیم 4 و 5 و بگیرید، میشه باره های مینور. الان شما یه آکورد لا مینور گرفتیم و این انگشت دو رو اگه بذارین رو سیم 3 فرت 6م که قبلا آموزش شما مفصل آموزش دادم، میشه لا ماژور. همه ماژورها و همه مینورها رو قبلا رو 6 سیم تدریس کردم و تمام. حالا میخوایم امروز با هم دیگه راجع به باره های 5 سیم صحبت کنیم. اول اصلا بگم به چه دردی میخوره. بچه ها ما دو تیپ رایج باره گیری داریم. باره های آکورد گیری در باره داریم، اینجوری بگم درست تره. یکی آکورد گیری در باره ها به صورتی که 6 سیم رو بسته باشم و یه سری انگشت هم این بر بگیرم. یه سری هم باره هایی که 5 سیم پایینی رو گرفته باشم و حالا یه سری انگشت گذاری بکنم و اینها. حالا فوایدش چیه؟ همونطور که قبلا گفتم ما چند تیپ آکوردگیری داریم. آکوردها رو مثلا لامینور رو ما میتونیم همین جوری بگیریم تو سردسته، همین جوری بگیریم، همونطور که میبینید یه صدا دارم میدن. اینجا لادومی ها رو گرفتم و دارم لامینور میزنم. اینجا هم همه لادومی های این دوربر رو گرفتم و یه لامینور دیگه هم داریم که میشه باره سیم 5 گرفتم و غیره. ما مدل های مختلفی میتونیم همه آکورد ها رو که به طور نمونه الان یه لامینور براتون گرفتم بگیریم. فقط به چه دلیل؟ به این دلیل که من توی اون سیکل آکوردی که دوست دارم اون آهنگ خاص رو اجرا بکنم، ببینم توی اون سیکل این لامینور رو اینجا بگیرم راحت تره، یا اینجا بگیرم یا اینجا بگیرم. با باره 6 سیم بگیرم راحت ترم، با باره 5 سیم بگیرم راحت ترم، و یا به صورت سردسته بگیرم راحت ترم. بنابراین ما باید آکوردگیری باره 5 سیم رو هم یاد بگیریم. حالا داستانش از چه قراره؟ اولا که 5 سیم رو باره میبندیم که نکات باره گیری رو تو کلاس قبلی مرتبط با باره بهتون درس دادم، مجدد دیگه درس نمیدم. گیرم یاد گرفتیم که باید به اون کلاس مرتبط مراجعه کنیم. 5 سیم رو میگیرم. حالا همونطور که قبلا گفتم ما با همدیگه آکوردهای مینور و ماژور رو فعلا تا اطلاع ثانوی مسلط میشیم. حالا میخوایم با هم مینور رو یاد بگیریم. بچه هم اگه این لا مینور نبود تو سردسته، فقط انگشت یکم الان اینجا درگیره به کار، ما بر باره لازمش داریم. پس انگشت یکو آزاد میکنم، اینجوری میگیرم، با انگشت 2, 3 و 4 میگیرم لامینور رو. یعنی انگشت 2 رو میذارم رو فرت 1 سیم 2، انگشت 3 و 4 رو میذارم رو سیم 3 و 4 فرت 2. اینا لامینوره دیگه نه، ولی انگشت 1 هم آزاده. حالا اینو سر میدم اینور و باره 5 سیمه میگیرم، شد لا دیز مینور، سی مینور. چون تو سیم 5 دیگه بیستم و باید اسمش رو پیدا کنم، چون تو سیم 5 فرت 2 اسمش هست سی، دور می فاصل سی، پس این میشه سی مینور، دو مینور، دو دیز مینور، ر مینور، ر دیز مینور، می مینور، فا
مینور، فا دیز مینور، نمیدونم سول مینور، سول دیز مینور و دوباره لا مینور. مثال میخواییم با همدیگه ره مینور بگیریم، چی کار میکنیم؟ میام باره رو، انگشت یکی که باره قرار باش ببندم، ره رو پیدا میکنم، ره رو، یعنی ره رو پیدا میکنم تو چه سیمی؟ سیم پنج، چون میخوام باره پنج سیم ببندم. آقا میشمارم، سیم پنج اوپنش لاه، فرت یکش لا دیز، سی دو دو دیز ره، میشه فرت پنجم. فرت پنجم و پنج سیم بارش رو میبندم و این هم قیافه مینورها در پنج سیم. قیافش با شیش سیم فرق میکنه، یادتون بمونه قیافش متفاوته. شیش سیم یه قیافه بود که قبلا درس دادم و تموم شد. برای گرفتن مینورها در پنج سیم باید این سه انگشت رو بگیرم. آقا اینم شد ره مینور. قبلا یه ره مینور رو این شکلی سردسته میگرفتیم، حالا یه ره مینور هم تو باره پنج سیم میگیریم. صداش یکیه دیگه. یه ره مینور هم قبلا تو باره شیش سیم داشتیم، فرت دهم و این دو انگشت. ما الان سه تیپ ره مینور بلدیم. این از مثال آخر. میخوایم دو مینور بگیریم، این انگشت رو باید تو سیم پنج دنبال دو بگردم، میشه لا لا دی سی دو، تموم شد. فرت سوم و میبندم و اینم قیافه مینورها و تمام. حالا بریم دنبال ماژورها در باره پنج سیم. ببینید بچه‌ها، مگه این لا ماژور نبود؟ این لا ماژور بود که قبلا تو توی آکوردهای سردسته بهتون یاد داده بودم. تمام شد و رفت. حالا سورش میدم جلو و اینو میگیرم. این شد لا دیز ماژور. این شد سی ماژور. این شد دو ماژور. در واقع میخوام مثلا با همدیگه ره ماژور بیان تمرین کنیم. تو سیم پنجم باره رو ره میبندم که ر رو باید پیدا کنم که میشه فرت پنجم، اینم بارشو بستم. و حالا قیافه ماژورها که زیاد آسونم نیست، این قیافه ماژورها رو میگیرم. حالا میخوام ر مینور بگیرم، این قیافه مینورها. میخوام ر ماژور بگیرم، این قیافه ماژورها رو باره پنج سیم. می مینور میخوام بگیرم پنج سیم، فرت هفتم در سیم پنج میشه می، بارش رو پنج سیم میبندم، اینم قیافه مینورها. حالا میخوام می ماژور بگیرم باره پنج سیم، این قیافه این باره سیم پنجم در پنج سیم در فرت هفته سیم پنج و این هم قیافه ماژورها. تمام شد. شما الان تمامی مینورها و ماژورها رو رو سردسته، رو باره های شیش سیم و باره های پنج سیم بلدید. تئوری فقط هنوز بلد نیستیم که مسلط نیستیم که بگیریم و مسلط تر نیستیم که تعویض کنید. همونطور که بارها و بارها بهتون اشاره کردم، فاکتور اصلی در این سبک موسیقی تعویض آکورد هست، یعنی گرفتن آکورد رو که بعد مسلط بشین که هیچ، اون که اصلا هیچی. فراتر از اینکه حالا خیلی خوب باید آکوردها رو بگیرید، باید خیلی خوب به هم تعویض کنید. یعنی مثلا ما الان باره پنج سیم سی مینور، باره شیش سیم فا دیز مینور. من یه آهنگ دارم سی مینور فا دیز مینور، سی مینور فا دیز مینور، باید خیلی خوب بتونم سریع تعویض کنم. بچه مثلا الان تعویض آکورد های سی مینور به فا دیز مینور تو باره پنج سیم سویپ باره شیش سیم خیلی راحته، میبینید فقط این پرید اینجا. ولی اگر که میخواستم سی مینور رو تو شیش سیم بگیرم، فا دیز مینورم تو شیش سیم، یه پرش بلند داشتم. واسه این میگم هم لازمه که باره ها رو در پنج سیم یاد بگیریم هم در شیش سیم، چون کارمونو ممکنه که راحت تر بکنه، کمان که الان راحت تر کرد. سی مینور فا دیز مینور، سی مینور فا دیز مینور. یا یه آهنگ دیگه دارم سی مینور لا مینور، گوش کنید. یا حالتش اینه که از باره پنج سیم سی مینور انتخاب کنم، از باره شیش سیم لا مینور انتخاب کنم، میشه سویچه که زیاد آسون نیست.
حالا یه حالتی که جفتشو شیش سیم انتخاب کنم، باره سی مینور لا مینور سی مینور لا مینور که آسونه، یا حالتش اینه دیگه سی مینور رو تو پنج سیم، لا مینور رو تو اوپن سردسته، اینم آسونه. به حال شما باید همه حالت رو یاد بگیرید، بعدا انتخاب بکنید که کدوم رو بردارید. و مجدد تاکید میکنم سویچ و تعویض بین آکوردها فاکتور اصلی شما میبایست که اگر که حالا باره ها رو مسلط شدین بتونین خوب به هم دیگه تعویض کنید. برای این کار باید کاملا چک کنید، نگاه کنید، هزار بار این سویچ ها رو انجام بدید و به هم دیگه مسلط باشین. اگر که الان همه آکورد های مینور ها و ماژور ها رو رو سردسته باره 5 سیم و باره 6 سیم یاد گرفتیم، تئوری و گرفتنشون رو خوب به هم تعویض کنیم، 90% آهنگ های دنیا رو زدیم ها، یادتون باشه. حالا در کلاس های بعدی سعی میکنم که دیگه آرپج ها و ریتم های جدید بهتون یاد بدم که بتونید دیگه واقعا خیلی شبیه به آهنگ های اورجینال بزنید. اگه سوالی داشتین برام کامنت کنید. مواظب خودتون باشین و خدا نگهدار.